سلام و وقت بخیر از دان بیننده. آرزو میکنم هر جای هستین خوب خوش سرحال باشین و ماه مبارک رمضان و اولین روز ماه مبارک رمضان تبریک میگم و خدا کنه که تا به ساعت 5:09 دقیقه که ما هستیم و شما هستین صبر و حوصله داشته باشین تا عبادتتان قبول. سلام هموطن عزیز، آرزو دارم جور صحت خوش خندان در کنار فامیل خود باشه. قسمی که تصمیم میبینیم ما باز در نانباییستیم، خوش آمده در برنامه نانبایی. ناگفته نمانه که خیبر جان یادآور شدی که این خیر خیراتی که نان به نیازمندان میرسانیم از طرف کیست؟ آها، ناگفته نمانه دوستای عزیز که باز هم خانواده کریمی از کشور امریکا پول روان کرده بودن مبلغ 1,870 افغانی نام خدا که هزینه ما فیصدی گرفتیم 10,100 افغانی. گفتن که 200 دلارش به کسایی که نیازمند است نان خوش بگیرین و باقیش مواد غذایی بگیرین بخیر برشون ببرین و که ماه مبارک رمضان همون تو به خوبی و خوشی سپری کنن. و نگفتن همون سال پدرجانشان وفات کرده و پدرجانشان یکی از کسایی بود، کسی که به ما پول روان کرده، مادر مهربان پول روان کرده، پدرجانشان یکی از کسایی بود که پول حج خود حتی با کسایی که نیازمند بود شابالش خدا بهم دیگه. صدا صاحب بخیر، بریم تا سادی صاحب ببینیم که امینانای ما آماده است. تعداد چند تا نان است؟ لیاقت صاحب ما مد نظر گرفتیم 15,000 افغانی را نان خشک بگیریم و شاید دوستا بفهمند که ما نان خشک فیصدی میگیریم یا تخفیف میگیریم. تخفیف میگیریم دانه 8.5 روپیه میشه و امروز واقعیت سر بچه ها بین وقت فشار آوردیم که نانوای خوب بیخی دیگه خدا به نظرم بیخی دیگه اوضاعش خراب است بخاطر که رمضان است دیگه. یک سلام ملکی کنیم کتش سلام برسه صدمند هستی جان و جور است یه رقم شل پول شدی مبارک رمضان برای همه یا وطنان عزیز از تمین قرد تبریک بازمان از بکنم زمین چه مانو برای خودتا خوش داشته باشم سلامت باشی. پیش از این که برین طرف سعدی به اسام جان کنم چیز گفتنی دیم. آه این امیال چی دلت میشه؟ دلم فعلا هیچ چیز نمیشه، منتظر از آن شام هستیم دیگه که باز از آن شام خیلی جمله دوستا اختیاری کنیم بخواهیم. گشنه شدی یا گشنه؟ یکی براوار هستیم دیگه. نه گپ کنیز بار که رکم نکتا میرم خداوان دیگه خودش مهربان است خدا کمک میتا بدون شک. آفرین به این آدم که از چند صبح بیدار شدی؟ از 10 بجه صبح. از 10 بجه صبح که نان پخته نگرفته تا به حال امروز تقریبا چقدر نانه که ما پخته کردیم؟ ما دقیق برکی گفتیم که فقط من گفتم 15,000 افغانی را پخته که با زر بزدیم که ما چون عبدست ده چند نان؟ 50 نان 60 نان 64. خب کارایت برس و نانتم سوخت به نظرم بیا که پیش سعدی صاحب هم. سعدی صاحب سلام برسه. سلام علیکم جان، که جور است؟ بخیر هستی انشالله. سلامت باشیم، برو خدا را شکر باشیم. امی بخیر باشیم، سلامت باشیم. امی اندوالای ما را چی کدیم؟ اندوالا دیگه رفتن دیگه ماه مبارک رمضان بود دیگه رفتن طرف های وطن خانه. خو دیگه خم دیگه رفتن دیگه روز من شد دیگه خسته میشدم باز گفتن خیلی گیردیم خسته میشیم بریم پناهیتون به خدا بیدن سعدی صاحب چرا این وسط از این رقم غارک میکنی؟ این رقیت نان ازبکی میگم کموچی. کموچی او موچی یا کموچی؟ کموچی. خوب از تفریشن ما او موچی میفهمیدم. نه کومکی نمیگن ها کموچی. خواه کومکی از اگر خلیدگی را میگم مگم بسیار مزدارم از وقت سعدی صاحب. بله از این گفتی که روزه را تا این وقت چی رقم دیر کردیم؟ الحمدلله مستی خیر واری سلام هستم و گفتی گپا هستم او که خداوند که توان و قدرتی را که خداوند بر روزه گرفتگیم میتا مگم بر روزه خران نمیتا یقین توجه شدیم بازدم ماه مبارک رمضان دیگه خودش یک ماه پرفضیلت است پر برکت است دیگه باز گفتم که قوت و قدرتی را که خداوند میتا اینا خدا را شکر اون همیار کم کم پیش که نام پخته نکردیم کم کم اکسی از اونم پخته کردیم نام را شکر مگم هیچ در قصه هم نیستیم که ما خسته هم شدیم نشدیم برو خدا را شکر. مگر در روز آخری اگر که میشد آلی آزی با افتیاری به ما چی تهر کردی؟ با افتیاری دیگه گفت دیگه پا کرای مرغ قابلی بولانی دیگه این همی چیزی هایی که دیگه رسم وطن از دیگه سرما به نظر سرما زیاد تاثیر گرفت سر لیاقت صاحب روز واقعا خیلی دیگه گفت دیگه پا مگر چی گویم که نگفتنم بهتر است از قواره معلوم میشه برادر گفتم دیگه نه
بگنن تا پنج روز در روز حدیث یک معلوم نمیشه نیستن والا بس با بعضی آدم ها میشه ما ایت نفرهای را میبینیم که گفتی گفت همیدر خب خب سعدی صاحب از این گفتی چقدر نان ما شده نانای ما آماده شده نشده کجا هست نانای شما اون جا ماندگی سین تقریبا 1764 دانه نان شدن که مبلغ 15000 افغانی میشه آها خب خدا را شکر دیگه پیسه تا من میانه بودم یا پسان والا خیر اگر پینیس پسان آل پیسه گفتی افغان خیلی شما باش که این پیسه تا میانه بودم بخیر خوش کوی شوی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 خیر باشم و الله این صدقه سرات زنده باشم جان جان امی که برد زنگ میزنیم سعدی صاحب یکی از کسایی است که قدم ها مخته شده برد زنگ میزنیم سعدی صاحب رمضان است دیگه نمیشه که بیم دنانوی مزایمت بر شما کنیم بازم اینجا بر زنگ زدم گفتم نان آماده که بخیر خودش دیگه یک کسی هست که یک شخصیت متین است خودش میفهمه که چی رقم نان بفهم به نیازمنداست خودش میفهمه که چی رقم جور کنه و چی رقم بسته بندیش کنه شما ببین نام شو خونم بایی بیننده عزیز که این عمر است شو خونم بایی آدم یخی را چی کدی هم آدم یخشال هم سمیز رفت او تو کی هستی؟ بله تو کی هستی؟ ما عمر هستم آفری با علاقمنده چیستی که یک شعر میخوانم خب بخونم بسم الله الرحمن الرحیم مشتاقی آمد بهار سبزه و گل بشمار آبی فراوان به باغ گشته روان هر کنار خچی و پروانه شد زنده به بوی بهار بلبلی یابی کند غلغله در جویبار کرده شکوفه به باغ درخت سیب و انار بر لبی آبی روان سایه بید و چنار کوکوزنا فاختن نشسته بر باختن عمر جان بله روزه است یا بوزه؟ چی بگم دیگه بوزه استی بوزه استی؟ بله شو کت کی یک جای استی کت کیچان کت سعدی لالای؟ بله خب سعدی لالای شو چی به سحری چی خوردن؟ به سحری؟ شور چای بسیار قوی چیز آمد است که دید چیز نکنی چیز دلت نمیشه چی رقم کار استفاده میکنی؟ پم پس پم پس اگه بخاطر روا میزنیم که در نانا را باز اونجا پاشی کنیم که نانا روشن بیاره سادی شاید خبرش دو میگن شور چای زدی چی رقم گفت هست؟ خیلی اگه شیر چای دیگه گفتی گفت ها گفت یک گفت هست که هم فرهنگ گفتی گفت ها انانا تو وطن انانا ما با خدا یک روز که شور چای دیگه خوردم دیگه تا دو روز دیگه در کتاب میرم خود قوی سنه اونجا مغز داره دیگه داره نانا آماده است گفتی اونجا خب وایس بیای بخیر که یک چند کتابی از نانا بگیریم که نانای ما آماده است اونجا برش کوت چه بخیر میرم محترم آماده خیبر جان ما اوتام بریم که برای افطار فکر میکنم یک ساعت مونده یک ساعت مونده دیگه یک ساعت دیگه دعا کنن خانواده کریمی سایی بر به کسایی که قسمتش بود به کلش انشالله میرسن آها بخیر در مسیری که میریم در این مسیرهایی که میریم در یک مسیر نه نام خدا 1764 1764 به تعداد بدان کمه چند خلطه میشه سری جان؟ 177 خلطه داریم نام خدا 164 نیم خلطه میشه 170 خلطه آه 6 تا نان دیگه هم 6 تا نان دیگه هم خیر بینن زیاده کردن دهی بخیر انشالله که خودت هم دهی شریک شوی و نگفتن امانه 1770 دانه میشه 1770 دانه نفر در دسترخانه میشینه و چی طفل باشه چی بزرگ باشه دعا میکنه میریم بخیر که همون جا بمونه Thank you.
Thank you.
خب از زن بیننده قسمه که دیدین عبدالصد و هفتاد دانه نان خشک بود که ما دیدیم که با کسایی که نیازمند بود رسان نمیشان. شاید شما یک تعداد تصویر ببینین که کم مثلا سرمومی دیدن یا قد صاحب و یایی که مثلا مجبور میشدیم کمی زودتر بتیم برشان. این چیزها را بدل نگیرین به خاطر از اینکه ما کوشش میکنیم که با دست یک نفر زودتر برسه، خدای نکرده کدوم جنجال کدوم سیستم دیگه ای نشه. از این خاطر بخیر پولی که روان شده بود از طرف خانواده کریمی لطف کرده بودن، پول روان کرده بودن به خاطر نیازمندا 1,780 افغانی به نظرم، یا 870 بود یا 770 افغانی پولی بود که روان کرده بودن. گفتن که سال پدرشون است، سال پدرجانشون است و پدرجانشون سال قبل به نظرم وفات کرده. پدرجانشون کسی بود یا قصه عزیز که پول حج خدا به کسایی که نیازمند بود داده بودن. مبارک خداوند بیامرزه دیگه، رحمت برش باد. بدون شک خداوند جنت فردوس نصیبشون بگردونه و با بازمانده های صبر جمیل دیگه عطا کنه. دوست عزیز، این بود برنامه نان نان خشک در روز اول رمضان و ساعتم شده 15 دقیقه فکر میکنم به افطار مونده، 15 دقیقه به افطار مونده و ما هم ناگزیر بریم بخیر افطاری دیگه. کامگار و سرفراز باشه هموطنه عزیز در گوشه دینا کسی خداوند یار و مدد باشه. آها ناگفتنمونه لیاقت صاحب با مزدد. دوستای عزیز، اول رمضان بود، شما دیدین که مردم ما چقدر نیازمند هستن. بله. و سخت نیاز دارن به کسایی که در این شرایط میتونن یک دوست خود کمک کنن، میتونن یکی از همنوع خود هموطن خود کمک کنن و زمانش هست. پس راه های متفاوت است به خاطر از اینکه شما کمکاتون به کسایی که نیازمند است برسانید. و اگر خواستین ما در خدمتتون باشیم، چینل یوتیوب پن کابلیو در خدمتتون است. ما خیبر سادات همراه با لیاقت صاحب عزیز و دیگر تیم پن کابلیو در خدمتتون است. ان شاء الله میتونین همیشه در خدمتتون هستیم، میتونین تماس بگیرین، ما ان شاء الله همکاری میکنیم دیگه. بازم نگفته نمونه، رمضانتون مبارک، مبارک خاطر عبادتتان در بار خداوند قبول قبول.